خب بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت دوستان عزیز. این ترم در خدمتون هستم با درس مقاومت مساله و سازه های فلزی، Strengths of Materials به معنای مقاومت مساله، Steel Structures هم که به معنای سازه فلزی هستش. این جلسه لکچر یک هسته، لکچر وان، یعنی جلسه وان، سخنرانی اول، کورس اینترودکشن که میشه مقدمه کل درس رو ما امروز خدمتون میگیم. یک مقدمه کلیاتی میگیم که مقاومت مساله چیه، سازه چیه، ارزم به حضور هدف این درس چیه، سرفصل ها چی داریم، چه مراجعی داریم و چجوری به شما نمره میدیم. این در واقع جلسه اول کورس اینترودکشنی هستش که در خدمتون هستم. بنده مصطفی فتی سپهوند هستم، دکترای عمران سازه، هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد هستم. خب بریم سراغ بحث این که اولا سازه چیه؟ سازه چیه؟ بچه ها، کلن به مجموعه از یک عضو و یا چند عضو، یه عضو، چند عضو که میتونه این چند عضو، تعداد خیلی زیادی عضو باشه، رو که برای حمل و انتقال نیرو به صورت ایمن به کار برده میشه بهش میگیم سازه. پس نیرو رو حمل میکنه، انتقال میده به صورت ایمن. حالا این وسط هم خودش ممکنه یک فانکشنی داشته باشه، یک عمل کردی داشته باشه. ساختمون ها، پل ها، سطح ها، کلن چیزای زیرساخت ها، حتی جاده، اینا هم خودشون سازه محسوب میشن. ما در این درس سازه های فلزی رو بررسی میکنیم که حالا توی اسلاید بعدی بهتون میگیم که حالا سازه فلزی باشه یا غیر فلزی باشه و این داستان ها به چه معنا هستش. خب شما دوستان عزیز دانشجوی معماری هستید و قاعدتاً با ساختمون ها بیشتر سر و کار داره، نه پل ها، سد ها و این داستان ها، سازه های غیر ساختمانی. ما ساختمون هامون انواع مختلفی دارن. ساختمون های میسنری داریم که اصطلاحا ساختمون های بنایی هستن. ساختمون های بنایی ساختمون هایی هستن که ستون ندارن بچه ها، حالا یا اگر هم داشته باشه حالا بهتون میگم به چه صورتی هستش. یعنی این قسمت هایی که میبینید، این ستون، این تیره ها رو معمولا ندارن. حالا هم ممکنه هم داشته باشن، ولی قسمت در واقع باربر اصلی اینها دیوارهای حمال هستن، یعنی دیوارهایی که ضخامت زیادی دارن و این دیوارها خودشون نقش باربری دارن. ولی خب ساختمان‌های بنایی در سال‌های اخیر معمولاً با استفاده از ضوابط جدید مهندسی بایستی به هر حال یک چیزهای شبیه به ستون و تیر داشته باشن که اصطلاحاً بهشون میگن کلاف، یا حالا شناژ بهش میگن در تراز زیر پی، که اینا در واقع واسه تقویت سازهای بنایی هستن. این سازهای بنایی، خب سازهای قدیمی تو کشور ما اکثر تقریبا همه بنایی بودند، حالا سازه بنایی هم الان زیاد هستش، که این سازهای بنایی عرض کردم خدمتتون با استفاده از این کلاف ها، این کلاف ها در واقع یک چیزی شبیه یک عضو بتونی هستش که به صورت قائم یا افقی اجرا میشن و باعث مقاوم سازی یک ساختمان بنایی میشن. ولی ساختمان های جدید بچه ها اسکلت اونها اسکلت دارن، در واقع سازه دارن، یا اسکلت اونها فلزی هست، استیل استراکچر هستن، و یا اینکه نه، کانکریت استراکچر هستن، سازه های بتونی هستن، یعنی اسکلت اونها بتونی هستش. ما ساختمان، بچه ها وقتی کلمه ساختمان رو به کار میبریم، خود ساختمان شامل، وقتی میگیم بیلدینگ یعنی ساختمان، ساختمان، خود ساختمان شامل هم سازه است، یعنی اسکلت، هم سازه است، استراکچر، که این استراکچرش میبینید که هم میتونه فولادی باشه،
هم میتونه بتونی باشه، حالا بنایی هم میتونه باشه که حالا ما بنایی کلا بررسی نمی کنیم، بتونی هم حتی بررسی نمی کنیم تو این درس، ما فلزی ها رو تو این درس بررسی می کنیم. میتونه پس ساختمان شامل استراکچر هستش، یعنی اسکلت، این اسکلت هست که بارها رو تحمل میکنه، شامل استراکچر هستش، نون استراکچر هستش، نون استراکچرال کامپوننت، نون استراکچرال کامپوننت. که این نون استراکچرال کامپوننتس چیا هستن؟ بعد از اینکه اسکلت اجرا شد، بعدش بچه‌ها میان چیکار میکنن؟ دیوارهای خارجی رو اجرا میکنن. آیا این دیوار باربره؟ نه، یعنی جزء سازه نیست. یعنی این یک ساختمانی که اسکلت داشته باشه، شما میتونید تمام دیوارها رو خراب کنید. به چه معناست؟ به معنای اینه که این دیوار نقشی در باربری نداشته و میتونید بردارید. این دیوارهای خارجی، دیوارهای داخلی، حتی سقف رو هم میتونید بردارید. سقف هم جزه، حالا میتونیم بگیم نان استراکچرال کامپوننت. حالا سقف البته حالا میتونیم استراکچرال در نظرش بگیریم، چون بارهای استقلی رو تحمل میکنه، ولی دیوارها بچه ها چی هن؟ نون استرکچرال هستن، یعنی غیر سازهی هستن ولی به ساختمون چسبیدن. و محتوای سازه، کانتنت، کانتنت که محتوای سازه که حالا شامل مبلمان و وسایل و بیمارستانی باشه، دستگاه های امارای و این داستان ها، که معمولا ما ساختمون ها رو جوری طراحی میکنیم، جوری میخوایم بسازیم که تمام این قسمت ها، تمام این قسمت ها، یعنی هم استراکچرش، هم قسمت های نان استراکچرال کامپوننتش و هم اون محتوای داخلش که شامل انسان ها، وسایل، تجهیزات هستن، این سه تا ایمن باشن. که حالا ما تو این درس یک مقداری در مورد استراکچر میگیم، در مورد نون استراکچر و کانتنت، محتویات، خیلی بحثی نخواهیم کرد. خب پس بحث ما تو این درس یک بحثی در مورد به هر حال مقاومت مساله است، که حالا در مورد اینکه مقاومت مساله خودش چی هستش یک توضیحاتی هم میدیم، ولی سازه فلزی منظور همین فقط اسکلت، کاری با دیگه دیوارها، سقف، این داستانها، محتویات داخل اینا نداریم، چون این اسکلت هستش که کل بار، یعنی شامل سقف، دیوار، همه رو این تحمل میکنه و بایستی این به صورت مناسبی به پی انتقال بده، به پی انتقال بده. اما به سازه بچه ها انواع بارها وارد میشه، انواع بارها، انواع بارهایی رو که به سازه وارد میشه شامل بار مرده است، بار مرده، بار مرده شامل چیا هستن؟ شامل بار فلوکف هاست، یعنی خود سقف ها رو در نظر بگیر، خود سقف ها وزن داره، این وزنش ثابته، یا وزن دیوارها و کلن تجهیزات ثابت، فیکس اکوپمنتس رو ما بهشون میگیم بار مرده. پس بار مرده چیا هستش؟ بار سقف، بار دیوار، بار تجهیزات ثابت، چیزایی که ثابت میمونه، این رو بهش میگیم ددلود، بار مرده. اما لیولود چیه؟ بار زنده، بار زنده، بار تجهیزات غیر ثابته، مثل مبلمان، اینا بهش میگن بار زنده، یا وزن خود افراد، ساکنان، اینها بارهای زنده هستن. سایر بارها دیگه از شرایط محیطی به سازه وارد میشه، بار باد هست، بار سنو، برف هستش، بار رین، باران هستش. و مهمترین باری معمولا به سازه وارد میشه چیه؟ بار ارسکویک هستش، بار زلزله هستش. این زلزله معمولا باعث میشه که ساختمان، ممکنه یک زلزله شدید باشه، ساختمان رو ممکنه خراب کنه. ما در کل هدف این هستش که ساز تحت اثر این بارها سالم بمونه، سالم بمونه. به صورت کلی بچه‌ها هدف از این که ما علم مقاومت مساله رو میخونیم یا علم استاتیک رو میخونیم، که حالا فرق اینها رو هم توی اسلاید بعدی بهتون میگیم، هدف چی هستش؟ هدف طراحی سازه است، طراحی سازه است. اما طراحی سازه چیه؟ خب حتی شما، خب دوستان معماری هستید، شما
طراحی ساز انجام نمیدید، بلکه طراحی معماری ساختمان رو انجام میدید. یعنی میگید که این فضاها به چی اختصاص پیدا کنن. خب این کار معماری هستش، ولی خب شما به عنوان معماری بایستی از سیستم سازه‌ای، کلن طراحی سازه‌ای، با طراحی سازه‌ای آشنا باشید اگر میخواهید یک مهندس معمار خوب باشید، که این درس یکی از اون درس هاست که در واقع همین هدف مد نظرش هستش. خب به صورت کلی هدف از یادگیری همچین درسی بچه ها این قسمت وسط هستش که حالا بهتون میگیم، یعنی اصلا کلن طراحی ساز است. ببینید، ما وقتی که یک ساختمان رو داریم، خب نقشه‌های معماری اون تهیه میشه. بعد از اینکه نقشه‌های معماری اون تعیین شد، یعنی مشخص شد ابعاد، اندازه ها، قسمت های مختلف، محل راهپله، محل آسانسور، اینا کجاست، میایم برآورد میکنیم مقدار باری که به هر قسمت وارد میشه. اصطلاحا ما لودینگ رو انجام، بارگذاری رو انجام میدیم. بارگذاری خب شامل بار مرده است، ددلود، لیولود، سنو، برف، رین، ویند، ارسکویک، بار باد، بار زلزله است، که اینها رو با توجه به این که ممکنه همزمان به سازه وارد بشن، اینا رو ترکیب میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ساختمان خالی باشه، فقط بار مرده به اون وارد میشه. ممکنه ساختمان شامل افراد باشه، هم بار مرده و هم زنده بهش وارد میشه. در یک حالت بدتر، وقتی که بار مرده است، بار زنده است، افراد هستن، زلزله هم میاد. این یکی از اون حالتهای خیلی بده. یعنی ما ساختمون رو بایستی جوری طراحی کنیم که این بار رو بتونه تحمل کنه، هم بار مرده رو داره، بار زنده رو داره، یه دفعه زلزله هم میاد که اتفاق میفته، و حالا یه حالت دیگه، بار مرده است، بار زنده است و باد میاد. خب این به اینها میگن ترکیب بار، load combination، ترکیب بار. این ترکیب بارهای مختلف رو ساختمون بایستی تحمل کنه. خب از کجا مطمئن میشیم که ساختمون میتونه تحمل کنه؟ خب اولا ما پس بارها رو فهمیدیم که بارها قابل محاسبه است و یه جورای مشخص هستن. قبل از این که بگیم که ابعاد اسکلت، یعنی ابعاد یه تیر چقدره، ابعاد یه ستون چقدره، ابعاد یه بادبند چقدره، ما بارها رو داریم. حالا وقتی که یه تیر رو داشته باشیم، شما تو استاتیک شاید خونده باشه که مثلا یک تیر رو دیدید، یه باری روش هستش و رفتید محاسبات رو انجام دادید که مثلا عکس العمل تکیگاهیش چقدره، یا اینکه نیروی داخل تیر چقدره، نیروی برشیش چقدره، لنگر خمشیش چقدره. به اینها که در واقع برید عکس العمل‌ها رو حساب کنید، نیرو داخلیش رو حساب کنید، کلا میگن تحلیل سازه، structural analysis، که مقاومت مسئله اصلا کلا این درس تو این قسمت جای میگیره. یعنی ما مثلا یک تیر بهتون میدیم، یک حالا یه عضوی بهتون میگیم، بگیم بارش اینقدره، نیرو تو دلش چقدره، یا تغییر شکلش چقدره، یا حالا کرنش، تنش، اینا که حالا بعداً بهتون میگیم که این داستانش چیه. ما تحلیل انجام میدیم، یعنی میگیم که حالا داخل، درسته بار روی سازه اینقدره، روی ساختمون اینقدره، ولی این یه دونه تیر اینقدر نیرو بهش وارد میشه و داخل دلش اینقدر نیرو هست، اینقدر نیرو هست. که در مرحله بعد وقتی که فهمیدیم داخل دل تمام اسکلت چقدر نیرو هست، بازی اسکلت جوری ابعاد و اندازه هاش تعیین بشه که بتونه این بار رو تحمل کنه. به این مرحله که در واقع ابعاد و اندازه ها رو مشخص میکنیم، جوری که این بارها رو تحمل کنه رو بهش میگیم دیزاین، طراحی سازه، استراکچرال دیزاین. شما مثلا به صورت عادی شما آرشیتکچرال دیزاین انجام میدید، طراحی معماری انجام میدید، ولی در واقع هدف از استراکچرال دیزاین چقدر چیه بچه‌ها؟ این چیزی هستش که اینجا نوشتیم: determining the dimensions of all components of structures، یعنی تعیین ابعاد تمام اجزای سازه. هدف اینه، بگیم ابعاد چقدره. مثلا بچه ها یه مثالی که همیشه میگم اینه که مثلا ساختمون های قدیمی، فرض کنید یه سقفی خراب میشد، یا سقفی رو میخواستن دیواری جا به جا کنن، نمیدونم یه
تیری چیزی میخواستن اضافه کنم از این معمارهای قدیم که در واقع بنا معمارهای قدیم، بهشون میگفتیم مثلا معمار اینجا مثلا آهن چند میخوره، مثلا نگاه میکرد 4 متر 5 متر، مثلا 4 متر بود میگفت یه آهن 18 بندازید یا آهن 20 بندازید. خب اینو بر چه مبنایی میگه؟ خب بر مبنای تجربه میگه، ولی ما اینجا یه جوری محاسبات اینها رو یه مقداری ازش رو بهتون میگیم، میگیم که همینجوری نمیتونیم بگیم که این سقف مثلا یه آهن 18 جواب، ممکنه آهن 20 جواب بده، با توجه به بار فرق میکنه، اون مهندس معمار بر اساس تجربه‌ای که داره میگه، ولی محاسبات رو نمیدونه، یعنی نمیدونه اگه یه مهندس باشه باید بگیم بارش چقدره، ولی اون به اینها شاید نگاه نکنه. و حالا فرض کنید به یه سقف، فرض کنید یک وزن یک مخزن آبی روش باشه، حالا بیا طراحی کن. خب اینها بایستی اولا بگیم که بارش چقدره، لودینگ چقدره، بعد چقدر نیرو داخلش ایجاد میشه، حالا ابعاد اندازه چقدر باشه که این نیرو رو تحمل کنه. خب این در واقع کلن اگر در ساختمان ما تمام این مراحل رو انجام بدیم، تمام ابعاد اندازه تیرها، ستونها و بادبندها رو به دست بیاریم، میگیم که طراحی سازه انجام شده. ولی طراحی سازه با 2 تا هدف انجام میشه، یکی این که باعث ایمنی رو برای ساکنان فراهم کنه. تحت چی؟ تحت اثر این بارهایی که در طول عمرش ممکنه به سازه وارد بشه. ما سازهای ساختمانی، بچه‌ها این بد نیست که بدونید، سازهای ساختمانی چه اسکلت فلزی باشه چه اسکلت بتونی باشه، عمر مفیدش 50 ساله، یعنی در طی این 50 سال ما بایستی یک ایمنی نسبی تحت اثر تمام این بارها که در طول عمر ممکنه به سازه وارد بشه بایستی یه جورایی تضمین کنیم. خب هم ایمنی رو بایستی تامین کنیم، هم در هر حال اکانومی یعنی اقتصاد تر رو هم بایستی لحاظ کنیم، یعنی ابعاد و اندازه ها غیر اقتصادی نباشن. بی خودی وقتی یه سقفی فرض کنید آهن 20 جواب میده، حالا در مورد اینکه آهن 20 18 است اینا حالا توضیح میدم بعدن انشالله، مثلا آهن 20 جواب میده، ما حق نداریم 24 بکاریم یا 26 27 بکاریم 30 بکاریم، و هر حال بایستی اون چیزی که ایمن هست همون رو به کار ببریم، نه کمتر نه بیشتر، و به صورت تر به صورت اقتصادی باشه. خب روش های مختلفی واسه تر هست، دو تا روش نوشتم که این دو تا روش حالا خیلی ربطی به درس نداره، من توضیح نمیدم. در هر صورت متوجه شدیم که جایگاه درس مقاومت مسئله یه جورایی بعد از استاتیک هستش، و در کل هدف ازش اینه که شما رو یه جورایی با طراحی ساز درس مقدماتی هستش که شما رو آشنا میکنه با پروسه طراحی سازه. اما شما درس ایستایی رو هم خوندید. مقاومت مساله در ادامه درس استاتیک هستش، ولی فرقش با استاتیک چی هستش؟ ما تو درس استاتیک مثلا یک تیر داشتیم، میگفتیم یه نیروی به اون وارد شده، حالا یه نیرو، چند نیرو، به هر حال تعداد مختلفی، به هر حال یک بارگذاری داشت، یک بارگذاری مشخص. و ما تو درس استاتیک یا ایستایی چه کار میکردیم؟ میومدیم عکس العمل‌های تکیه‌گاهی رو به دست میآوردیم، مثلا میگفتیم یه تکیه‌گاه غلطکیه، یه دونه عکس العمل داره، این یه تکیه‌گاه ساده است، دو تا عکس العمل داره، حول این نقطه لنگرگیری می کردیم، این به دست می اومد، سیگما اف وای می نوشتیم، این به دست می اومد، سیگما اف ایکس می نوشتیم، این به دست می اومد. و بعدن توی درس ایستایی دیدیم که اگر ما اینجا یک برش بزنیم، نیروی داخل دل این رو تونستیم به دست بیاریم، یعنی داخل دل این هم، داخل دل تیر ما نیرو داریم، یه نیروی برشی داریم، یه لنگر خمشی داریم، یه لنگر خمشی، به این صورت یک لنگر خمشی هم وجود داره. خب اینا رو تو استاتیک علل ظاهر بایستی یاد گرفته باشید. حالا ما معمولا میدونیم که دوستان از ایستایی معمولا هیچی نیاموختند، یعنی نه اینکه فرض کنید 50% یا 30%، تجربه نشون داده که شما هیچی نیاموختید. بنابراین ما تقریبا همه چی رو
از ابتدا به ساکن از صفر خدمتون میگیم و جای نگرانی نیست. یعنی ما مسائلی که جنبه مقاومت مسئله‌ای داشته باشه و استاتیک نباشه، همون قسمت های استاتیک رو هم از اول بهتون میگیم. خب متوجه شدید که استاتیک فرض اینه که بچه ها این عضو ریجید هستش یعنی صلب هستش، یعنی تغییر شکلی چیزی نداره. ما عکس العمل ها نیروی داخلی اینا رو به دست میاریم، ولی مقاومت مساله این فرض ریجید بودن رو دیگه نداره. ما تو مقاومت مساله خدمتون میگیم که عرضم بزرگتون سازه میتونه، یعنی هر عضو سازه میتونه تغییر شکل داشته باشه دیگه، ریجید نیست، اصطلاحاً انعطاف پذیر هستن، فلکسیبل هستن، تغییر شکل دارن و ما این تغییر شکل ها رو بایستی حالا بهتون میگیم که چجوری تغییر شکل ها رو حساب میکنیم، داخل دل این چه مقدار نیروی واحد سطح هستش که حالا اصطلاحاً بهش میگن تنش، ما تنش رو بهتون میگیم، استرس به معنای تنش. تنش یه چیزی شبیه فشار هستش که حالا شاید تو دبیرستان خونده باشید، استرس میشه نیرو تقسیم بر سطح، نیرو تقسیم بر سطح میشه فورس اور ایریا تقسیم بر سطح، نیرو تقسیم بر سطح، به نیرو تقسیم بر سطح میگیم تنش. هرچی تنش بیشتر باشه یعنی نیروی وارد بر سطح بیشتره. خب این بحث تنش علل ظاهر نیرو تقسیم بر سطح شبیه چیه بچه‌ها؟ شبیه فشاره. حالا دوستان ممکنه بعضی از دوستان یادشون باشه که تو دبیرستان وقتی تعریف فشار تو آب رو خوندن شد چی؟ شد نیروی فشاری آب تقسیم بر سطح، ولی نیرو فشاری آبه، ولی اینجا ما داخل جسمای ماده جامد داریم به کار میبریم و این نیرو به جای فشاری میتونه کششی باشه، میتونه نیرو برشی باشه. پس این نیرو برخلاف اون فشاری که تو دبیرستان خوندید فقط نیروی فشاری نیست، نیروی فشاری میتونه باشه، کششی میتونه باشه، برشی میتونه باشه. از این رو کلمه‌ای که ما به کار میبریم به جای فشار که تو دبیرستان بود کلمه استرس رو به کار میبریم، تنش به کار میبریم. تنش یه جورایی بیانگر مقدار فشاری است که داخل جسم جامد هست. حالا این فشاره شاید به صورت نیروی فشاری در ذهن شما تداعی کنه، ولی اینجا این فشاره میتونه کششی باشه، برشی باشه و یا فشاری، خود فشاری هم میتونه باشه. خب این بحث استرس یکی از اون بحث هاست که تو مقاومت مساله در واقع بیان میکنیم و دنبالش هستیم و برای ما جالب هستش. چرا جالب هستش؟ چون استرس، تنش، مقدار تنش داخل ماده تا یه حدی میتونه تنش تحمل کنه. یعنی یک فولاد فرض کنید، فولاد مقدار تنش ماکزیمومی که میتونه تحمل کنه، ماکزیموم در واقع ماکزیموم استرسی که میتونه تحمل کنه میدونی بوده چقدره؟ یک فولاد معمولی حدود 3700 کیلوگرم بر هر سانتی متر مربع است. ببین فشارش، واحد فشار چیه؟ واحد فشار نیرو بر روی سطح است، واحد تنش. ماکسیمم تنشی که ماکسیمم استرس آف استیل، البته فولاد معمولی، نورمال استیل یا کانونشنال استیل، فولادهای رایج حدود 3700 کیلوگرم بر هر سانتی متر مربع است. یعنی 1 سانتی متر مربع که فرض کنید اینقدره، مثلا 1 سانتی مربع است. حالا توی مانیتور من حدود 1 سانتی متر مربع رو اینقدر فولاد رو کشیدم، این 1 سانتی مربع است. این 1 سانتی مربع 3,007 تن میتونه نیرو تحمل کنه فولاد. پس میبینید خیلی نیرو میتونه تحمل کنه، ولی موقعیت های پیش میاد در سازه ممکنه تنش داخلش از 3700 عبور کنه. خب این نشون میده دیگه این فولاده دیگه داغون میشه. ما بایستی جوری بررسی کنیم که تحت اثر این بارها و این ترکیب بارهایی که بهتون گفتیم تنش از مقدار مجاز بیشتر نشه. این چیزی که عرض کردم این دیگه مقدار ماکسیمومه، در صورتی که مقدار مجاز اینقدر نیست. مثلا اون چیزی که حالا توی بهتون خواهیم گفت که یک سری آیین‌نامه وجود داره
تو آیین‌نامه های مثلا گفتن که درسته 3700 تا فولاد میتونه تحمل کنه، ولی شما تو ساختمون واسه اینکه بحث ایمنی رو رعایت کنید باید کاری کنید که تنشت مثلا در حد 1600 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در حد نصف این باشه، در حد 60% این باشه. یعنی نباستی نزدیک خرابی باشه. یعنی یه دفعه فرض کنید در یک طبقه دو ساختمانی، فرض کنید بیایم یه یخچال سنگینی بذاریم، نمیدونیم یه پیانو یه چیزی بذاریم، یه دفعه ممکنه یه مقدار بار بالا پایین بشه. با یه مقدار بار بالا پایین رفتن قرار نیست که قسمتی از سازه خراب بشه. به همین خاطر ما یک در واقع حد ایمنی برای سازه در نظر میگیریم. تنش پس ما در این درس بهتون خواهیم گفت که تنش چجوری حساب میشه، و وقتی که فهمیدیم تنش چجوری حساب میشه میایم بهتون خواهیم گفت و بهتون میگیم که مثلا ابعاد تیر چقدر باشه که به یه تنش حد ماکسیمم تنش مجاز نرسه. یعنی ابعاد رو جوری به دست میاریم که در تحت اثر بارها این ابعاد و اندازه‌ها این تنش رو جوابگو باشه و به صورت ایمنی این عوض رو مختش رو به دست بیاریم. خب پس بحث تنش رو داریم، بحث تغییر شکل ها رو داریم. همون جوری که عرض کردم تو استاتیک ما تغییر شکل نداشتیم، ولی توی مقاومت مثلا تغییر شکل داریم. یک پارامتری که بیانگر تغییر شکل هستش اصطلاحاً کرنش هستش بچه ها. حالا خود کرنش رو بعداً بیشتر توضیح میدیم، یا استرین. استرین میشه کرنش. کرنش یعنی چی؟ کرنش به مقدار تغییر شکل deformation تقسیم بر طول عضو میگن استرین کرنش. که حالا مثلا توی تیر خیلی شاید این کرنشه واسه شما در واقع با مفهوم نباشه، ولی یه میله رو در نظر بگیرید به این صورت، یه میله اینجوری، یه میله اینجوری تحت اثر یک بار کششی قرار بگیره. فرض کنید یه بار کششی اینجوری قرار بگیره، یعنی این میله رو بکشیم. این میله وقتی که کشیده میشه یک تغییر شکلی داره، درسته؟ وقتی که میکشیمش از دو طرف، فرض کنید این دو تا دست یه میله رو داریم میکشیم. حالا اگه فولادی باشه که با دست نمیشه، حالا فرض کنیم با یه جکی اینو داریم میکشیم، این یه دوچار تغییر شکل میشه. مقدار تغییر شکلی که اینجا ایجاد میشه، این طولش که زیاد میشه، این طولش که زیاد میشه، این طولش که زیاد میشه، مقداری که طولش زیاد میشه به طول اولیه رو بهش میگن کرنش. کرنش پس کرنش مفهوم به معنای در واقع تغییر شکل نسبیه. تغییر شکل نسبی، چون کرنش بدون بعد واحد نداره، ولی واحد تنش شبیه واحد تنش فشار هستش. فشار واحدش پاسکال هستش، تو اس آی نیوتن بر متر مربع است. به یه نیوتن بر متر مربع میگن یه پاسکال. واحد در واقع اس آی تنش پاسکال هستش، ولی اینجا ما از یه واحد کیلوگرم سانتی متری به کار بردیم که اینجا که اینها واحدهای بیشتر مهندسی هستش، که حالا در مورد واحدها و ابعاد اینها هم انشالله بعداً بیشتر بحث خواهیم کرد. به همین ترتیب چون تغییر شکل تقسیم بر طول دوتا واحد اینها یکی هستش، کرنش بچه ها بدون بعد هستش. پس به deformation تغییر شکل تقسیم بر طول اولی میگن کرنش. مثلا این میله فرض کنید طولش یه متر باشه، اینجا از اینجا تا اینجا یه متره. حالا فرض کنید تحت اثر یه باری 2 سانت تغییر شکل داشته. به این 2 سانت تغییر شکل تقسیم بر طول اولی که 1 متر، حالا 1 متر هم به صورت سانت بنویسیم میشه 100. 2 تقسیم بر 100 میشه 2 صدم. این 2 صدم رو حالا مثلا میتونیم بگیم 2 درصد. 2 صدم میشه 2 درصد. این 2 درصد به چه معناست؟ به معنای اینه که این طولش به اندازه 2 درصد افزایش تغییر طول داشته. پس کرنش به معنای تغییر شکل نسبیه. بنابراین اگر بهتون بگن کرنشش زیاد شده معنیش چیه؟ یعنی تغییر شکلش زیاد شده. کرنشش کم شده، تغییر شکلش کم شده. کرنش اگر 3% باشه به چه معناست؟ به معنای اینه که به اندازه 3% طولش تغییر شکل داشته. خب این بحث های کرنش، تنش اینها و کلن تغییر شکل و این داستان ها
همش در چه درسی بررسی میشه؟ در همین درس، در همین درس مقاومت مساله، strength of material میشه مقاومت مساله. حالا یه اسم دیگه هم این درس داره به اسم مکانیک مواد. مکانیک مواد، حالا بچه های بیشتر مکانیکی به اون درس میگن مکانیک of materials، حالا ما بیشتر بهش میگیم مقاومت مساله. خب اما سرفصل هایی که در این درس داریم مطابق با وزارت علوم شامل شناخت خصوصیات سازه‌ای، ویژگی‌های سازه‌ای، در مورد فولاد به طور خاص بیشتر صحبت می‌کنیم، در مورد علم مقاومت مساله صحبت خواهیم کرد، در مورد تنش کرنش، روابط تنش کرنش، روابط ارتجایی خطی، قانون هوک و این داستان‌ها خدمتتون خواهیم گفت. خمش و تنش‌های خمشی در تیرها رو می‌گیم، برش و تنش‌های برشی، تغییر شکل ناشی از نیروها، پیچش و تنش‌های پیچشی، تنش‌های مرکب، ستون‌ها و آنالیز سازه نامعین. این سرفصل‌هایی هستش که در این درس داریم. در تمام اینها ما بحثمون بیشتر بر روی سازه فولادی خواهد بود و در مورد مثلا فرض کن سازه بتونی یا حالا هر متریال دیگه‌ای خیلی بحث نخواهیم کرد. و اما مرجعی که داریم، مرجع اصلی ما، کتاب معروف راسل جانسون و فرنیان بیر هستش و حالا یه نویسنده دیگه هم جدیدن بهش اضافه شده به اسم حالا جان تی دی وولف، که این کتاب، این نویسنده ها یک کتاب معروف دارن به اسم Mechanics of Materials، مقاومت مساله. این کتاب کتاب فارسیش هم زیاد هستش، انگلیسیش هم هستش. من پی دی اف جدید انگلیسیش رو بهتون میدم، حالا دوستانی که یه مقداری انگلیسیشون بهتر هستش من توصیه میکنم اکیداً از این کتاب استفاده کنن. دوستانی هم که انگلیسیشون خوب نیست، به هر حال ما دیدید که تو همین جلسه ما همه سعی میکنیم کل درس رو به صورت زبان انگلیسی بگیم، ولی هر کلمه‌ای که استفاده میکنیم بلافاصله معنیش رو میگیم، یعنی هزار بار ما ممکنه یک کلمه رو بگیم. به هر حال این باعث میشه که شما تو این درس حداقل معنای در واقع صحیح کلمات انگلیسی در واقع زبان تخصصیتون حداقل مربوط به این درس رو حداقل این رو یاد بگیرید، حتی اونایی که به هر حال زبانشون خوب نیست. اینا که زبانشون خوب نیست، ما اینجا که زبان عمومی که نمیگیم، انگلیسی تخصصی میگیم، چه یه سری کلمات مثل تیر رو میگیم، ستون رو میگیم، بار رو میگیم، تنش، کرنش. دیدی تنش شد استرس، کلمه خیلی آسونی، کرنش میشه استرین، کلمه نسبتا آسونی هستش. در این حد ما کلمات تخصصی انتظار داریم که بچه ها اینا رو یاد بگیرن تا حد ممکن. حالا بهتون میگیم تو اسلاید بعدی که ما چجوری ارزشیابی میکنیم. یه قسمت مهم ارزشیابیمون تکالیف هستش. تکالیف رو که مینویسید، که حالا بهتون تکلیف میدیم هر جلسه، انتظار داریم که شما سعی کنید انگلیسی بنویسید، یعنی یاد بگیرید. حالا تا الان اگه فرصتی نبوده که یاد بگیرید، اینجا به نظر من شما هم یه تمرینی بکنید، یه مقداری بنویسید، خوشتون میاد. خب این کتاب عرض کردم مقاومت مساله، کتاب جانسون و بیر، ویرایش 8ش هستش، انتشارات مکروهیل سال 2018. من این پی دی افش رو بهتون میدم. این شکل خود کتابم همینه، ترجمه فارسی هم فتح و فراوون داره. این اصل کتاب اینه، این کتاب درست حسابی همینه، کتاب واقعا استخوندار به درد بخور همینه. ولی کتاب هایی هست به اسم مقاومت مساله سازه فلزی، من یه نمونهش رو اینجا آوردم، حقیقتا فقط سرچ کردم، اصلا نمیدونم چجوری گفته این سلمان علمدارزاده، علی عظیمی، زهرا مهدیزاده، مثلا این کتاب هم اگه پیدا کردید بد نیست به نظرم، ولی من خودم اصلا این کتاب ها رو ازشون استفاده نمی کنم و همین مرجع اولی، مرجع اصلی ما خواهد بود. اما نحوه ارزشیابی ما به چه صورتی هستش؟ خب درس بچه ها چند واحدی هستش، درس مقاومت مساله سازه فلزی سه واحدی هستش.
خب درس سه واحدی بچه ها ارزم به حضورتون به صورت 48 ساعت برگزار بایستی بشه. 48 ساعت 48 ساعت برگزار بشه و یا به عبارتی 16 جلسه، 16 تا لکچر خواهیم داشت، 16 جلسه 48 ساعت، 16 جلسه 48 ساعت. این درسی هستش که ما تو درس کلا سه واحدی به این صورت هستش و بایستی شما در واقع حضور داشته باشید. اکتیویتی که اینا نوشتیم و اکتیویتی حضور فعال، اینا قسمتی از ارزشیابی شما محسوب میشه. به چه صورت؟ به این صورت که کسی بچه ها بیشتر از سه جلسه، یعنی سه شونزده هم سه جلسه غیبت داشته باشه، اولا حذف میشه. این رو در نظر داشته باشید. غیبت بیشتر از سه جلسه، یعنی به چهار جلسه، حالا من شاید یه جلسه آوانس بدم، یعنی حالا نهایت چهار جلسه کاری ندارم، پنج جلسه حذف میکنم، سر پنج جلسه حذف میکنم. ولی خب کسی که سه جلسه چهار جلسه غیبت داشته باشه، این خب دیگه به نظر ما در داغون اوضاعش خرابه. بنابراین بچه ها باستی حضور داشته باشید انشالله. ما سر جای کلاس ممکنه یه کویزی چیزی بگیریم، اینا تاثیر داره حالا و نمرات اینها رو من یادداشت میکنم برمیدارم. اما قسمت اصلی ارزشیابی بچه ها اساینمنت ها هستن. اساینمنت یا تکالیفی که ما به شما میدیم به این صورت هستش که ما هر جلسه بجز این جلسه که این جلسه جلسه در واقع مقدمه است، تکلیف ندارید، بجز این جلسه ما هر جلسه تکلیف خواهیم داشت. یعنی حدود فکر کنم بجز جلسه اول 15 جلسه دیگه ما 15 سری تکلیف خواهیم داشت که این 15 تا تکلیف، 15 سری تکلیف رو شما بایستی هر هفته حل کنید و نهایتاً تا هفته بعد، تا جلسه بعد فرصت دارید که اینا رو تحویل بدید. به هیچ وجه اینجوری نیست بچه ها که بذارید همه رو مثلا سه تا رو یه جایی بدید یا بذارید آخر ترم همه رو بدید. اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست. من هر کدوم از تکالیف رو سر جای خودش در واقع بررسی میکنم، در واقع مقایسه میکنم. دوستان گرامی که تکلیف حل میکنم به هیچ وجه در اختیار دوستان قرار ندن. من دو نفر که جوابهاشون دقیقا مشابه هم باشن به عنوان تقلب نمره تکالیفشون صفر میذارم، چون تکالیف بچه ها همون امتحانه، همون امتحانه، ولی سوالا رو میبری خونه، یه هفته فرصت داریم جواب بدی. 10 تا 12 نمره کل امتحانم همین تکالیفه. خواهش میکنم که تکالیف خودتون، اون دوستانی که زحمت میکشن تکلیف حل میکنن، در اختیار سایر دوستان خودشون به هیچ وجه قرار ندن، چون مشابهت باعث میشه که حالا من نمره ازشون کم کنم. خب اگه کلاس ها حضوری شد، من امتحان میان ترمی میگیرم ولی حالا بعید میدونم حضوری بشه. امتحان میدترمی بعید میدونم داشته باشیم، پس این امتحان میدترم فکر کنم حذف و فقط امتحان فاینالی میمونه، امتحان پایانی. که امتحان پایانی به هر حال حالا اگه میانترم برگزار شد و اینا، هرچی باقی مون میشه امتحان پایانی. یعنی اگر امتحان میانترم بگیریم که حالا مثلا 15 درصد تا 20 درصد، یعنی بین 3 4 نمره میشه امتحان میانترم و حدود مثلا 6 7 نمره امتحان پایانی. پس امتحان پایانی بچه‌ها 6-7 نمره است. اصل نمره کجاست؟ تکلیفه. از تکالیف رو خواهش میکنم جدی بگیرید، هر هفته مرتب منظم برای من ارسال بفرمایید. خب این جلسه اینجا به اتمام رسید.